جک لو وزیر خزانهداری آمریکا که اغلب از سوی دولت آقای اوباما در کنفرانس های مربوط به اسرائیل شرکت می کند، یک شنبه هنگام دفاع از یک توافق اتمی با ایران در کنفرانس سالانه جروزلم پست در نیویورک بارها با صدای اعتراض شرکت کنندگان طرفدار اسرائیل در کنفرانس روبرو شد. به ویژه هنگامی که وزیر خزانه داری آمریکا در سخنرانی خود گفت در این برهه سخت از زمان پرزیدنت اوباما بارها و بارها برای جهان تاکید کرده که آمریکا در کنار اسرائیل می صدای اعتراض و, و تعنی جمعیت بلند شد جک لو گفت ما روشن کرده ایم که در عزم خود برای برداشتن گام های لازم برای بازداری ایران از دستیابی به سلاح اتمی مصمم هستیم و افسود این نه تنها برای امنیت اسرائیل بلکه برای امنیت آمریکا مهم است. جکلو که خود یک یهودی ارتودکس است در سخنرانی خود مسررن تاکید کرد عملکرد ایالات متحده بر این فرض که تهران با حسنیت عمل خواهد کرد قرار ندارد و توافق اتمی تنها زمانی نهایی می شود که بافت توافق با اساس استانداردهای فشرده تایید و بررسی مطابقت داشته باشد. در هر حال اظهارات آقای لو نتوانست شرکت کنندگان در کنفرانس را که از طرفداران سرسخت اسرائیل بودند به ویژه پس از مصاحبه هفته پیش آقای اوباما که در کانال دو اسرائیل که از موضع اسرائیل در قبال راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین انتقاد کرد متقاعد کند از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از طریق ویدیو به کنفرانس پیوست بر استحکام همبستگی اسرائیل و ایالات متحده تاکید کرد و گفت اسرائیل دوستی بهتر از آمریکا در جهان ندارد و آمریکا نیز متحدی بهتر از اسرائیل ندارد. شهلا رسته صدای آمریکا واشنگتن